بررسی های انجام شده نشان می وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان زیر سلطه سنی های تند روی طالبان روز به روز در حال وخیم تر شدن است. در همین راستا نماینده هم ویژه سازمان ملل در امور افغانستان اعلام کرد که 6 میلیون افغانستانی در آستانه قحطی زدگی قرار دارند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. رامیز اکبروف نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان هشدار داد که به دنبال کاهش کمک های بشردوستانه 6 میلیون افغانستانی در معرض وضعیت اضطراری برای امنیت غذایی قرار دارند وی به خبرنگاران گفت شکهای اقتصادی که این روزها تجربه می عامل اصلی برای نیازهای بشردوستانه هستند او با اشاره به نزدیک شدن زمستان و اینکه در برخی مناطق افغانستان دما تا منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد گفت برای تأمین مالی اقدامات مربوط به آماده سازی برای زمستان به 768 میلیون دلار بودجه نیاز است بنابر اعلام سازمان ملل دو سوم کل جمعیت افغانستان یعنی بیش از 28 میلیون نفر در سال آینده به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت اکبروف ادامه داد 614 میلیون دلار تا پیش از پایان سال احتیاج است این در حالی است که برای تامین بودجه در کل سال با مشکل مواجه بوده ایم بر اساس این گزارش با خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت در 24 مرداد ماه 1400 کمک های مالی بین المللی به این کشور با اختلال مواجه شد آمریکا و دیگر کشورهای غربی پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان کمک مالی به افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند همچنین دولت بایدن دارایی های بانک مرکزی افغانستان به ارزش 7 میلیارد دلار را به عنوان بخشی از تحریم های خود علیه طالبان مسدود کرد اکبروف بیشتر در سال روز خروج اشغالگران آمریکایی از افغانستان خواستار بازگردانده شدن 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی مسدود شده این کشور در آمریکا شده بود فاطمه موسوی اخبار شیعه